به نام خداوند بخشنده مهربان، خداوند دادگر، خداوند کاردان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی نور. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم با قسمت دیگری از سری برنامه های سردبیر. امروز چهارشنبه، مطابق روال همیشگی برنامه سردبیر مروری خواهیم داشت بر اخبار و رویدادهایی که در چند روز گذشته در ایران و کشورهای منطقه عموماً اتفاق افتاده و از نظر کارشناسان و میهمانان عزیز در این برنامه استفاده میکنیم. همچنان فضای ایران درگیر و ملتهب از داستان انتخابات هست، انتخاباتی که خب به هر حال همیشه در این روزها و نزدیک به این اتفاق یا رویداد که میشه، خب حاکمیت در ایران بسیار به هیاهو و در واقع تبلیغات روی میاره، مبنی بر اینکه بخواد این اتفاق رو کمی گرمتر و کمی پرشورتر به حالا به قول خودش برگزار بکنه. خب اهدافی در پشت این کارها و پشت این تبلیغات هست که این اهداف الزاماً به گواه یا به عقیده بسیار از کارشناسان الزاماً در جهت منافع ملی یا در جهت خواست جامعه مدنی یا جامعه ایران نیست و خب حکومت و حاکمیت مثل رفتارها و انگیزه های قبلی و پیشین خودش خب به دنبال منافعی هست که این منافع بیشتر شرایط حاکمیت یا در واقع اون به قول آقای خامنه آبروی نظام رو هدف قرار داده و در جهت تحکیم و حفظ این آبرو هستن. آقای خامنه چند وقت پیش هم سخنرانی کرد و شرکت در انتخابات رو حفظ آبروی نظام و افزایش امنیت یا حفظ امنیت کشور نامید. بسیار از امامان جمعه هم در چند روز گذشته سخنرانی هایی کردن مقامات سیاسی و نظامی و تاکید کردند که مردم باید در راهپیمایی 22 بهمن شرکت بکنن و همچنین در انتخابات و این رویداد رو در واقع یک امر ملی تلقی کردن، امری که خب جای سوال هست که ملی بودن چه تعریفی داره و مردم قرار هست از حضور در این اتفاقات در این انتخابات چه نفعی ببرن. همراه بنده هستند در این قسمت از برنامه جناب آقای حمید آصفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که قبول زحمت کردن و در برنامه این هفته شرکت کردم تا با هم دیگه راجع به مسائلی که عرض کردم صحبت بکنیم و امیدوارم که مورد توجه شما از آن قرار بگیره. سلام عرض می‌کنم جناب آصفی خدمت شما و سپاسگزارم از اینکه در برنامه سردبیر حضور یافتید. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. امیدوارم که این برنامه بتوانیم برنامه ای رو خوبی رو ارائه بدیم. خب جناب آصفی، با توجه که دیروز خب 22 بهمن بود و در راهپیمایی انجام شد، ما اگر این رو کنار بذاریم شد تبلیغات حاکمیت، خب بخشی از اون در مورد حضور مردم، حضور پرشور مردم در این رویداد 22 بهمن بود، اما ما یک انتخاباتی در پیش رو داریم، انتخاباتی که عرض کردم حاکمیت بسیار روی اون تاکید داره. شخص رهبر حالا هرچند در دورهای قبل هم تاکید داشت روی مسئله و میام صحبت میکرد، اما در این دوره هم آقای رهبر آمد و دو نکته رو اعلام کرد، گفت حضور در انتخابات آبروی نظام هست و امنیت نظام رو تضمین میکنه. از طرف دیگه خب به شکل بیشتر اغلب مقامات نظامی و سیاسی هم روی شرکت در این انتخابات تاکید کردن و خب این در واقع به شکلی خواستن یک مقداری حتی اون وجهه ملی بودن انتخابات رو برجسته تر بکنن. به گمان شما آیا واقعا این تاکیدها و این اصرارها دغدغه‌ای برای حفظ جمهوریت نظام هست یا نه بیشتر منافع حاکمیت هست و اون احتمالاً نگرانی هایی که حاکمیت به خاطر شرایط منطقه‌ای و شرایط داخلی خودش احساس میکنه؟ بله، ببینید این تظاهرات های خیابانی تبدیل به یک مناسک شده، تبدیل به یک آیین شده. این نمایش ها بیشتر یعنی با این برنامه های مثل 22 بهمن ما و اینا واقعا از حالت خودجوش خارج شده و اصلا بجز با حمایت های دولتی و در حال دستور های دولتی این بسیج هایی در همین حد هم صورت نمیگیره. در وهله اول و خب این هم یه بخشی از اون حالتیست که وضعیتیست که جمهوری اسلامی همیشه سعی میکنه نمایش و قدرتی بده، هم به مخالفین در داخل و هم به خارج از کشور که بگه من حامی دارم.
و هر موقع هم صحبت میشه میگیم که میپرسن که آقا شما چرا انتخابات آزاد نیست، چرا رفراندوم؟ اگر راست میگید وحشت ندارید از نتیجه رفراندوم، میگه مگه مردم چقدر باید رفراندوم ما بگیریم ازشون؟ راهپیمایی های متعدد، مسائل متعددی که در این کشور رخ داده، همه دال بر این هستن که به حال این رفراندوم صحبت بیاده. یعنی حضورهای خیابانی رو با رفراندوم که یک امر اداری و مدرن هست و شناخته شده در سطح جهانی یکی فرض میکنن. این در رابطه با مسئله پیاده روی ها و راهپیمایی های 22 بهمن. اما در رابطه با مسئله انتخابات هم باز از این مسئله هم مستثنا نیست. یعنی جمهوری اسلامی سعی میکنه که ما، البته با عرض معذرت اینجا من همیشه مشکل دارم، یعنی با مسئله انتخابات مشکل دارم. انتخابات یک امر مدرنه، 6-7 آیتم داره، باید آزاد باشه، عادلانه باشه، سالم باشه، نظارت ملی و یا حتی بین المللی روش داشته باشه، همه بتوانن شرکت کنن و خودشون در معرض رای گیری بکنن. ما در جمهوری اسلامی انتخابات نداریم، ما رای گیری داریم و این یه مسئله کاملا متفاوته با انتخابات. انتخابات یه مسئله است، یه مقوله است که تعریف استانداردهای جهانی خودش رو در علوم سیاسی داره، و مسئله رای گیری هم یه مسئله است که معمولا حکومت‌های بسته و پوپولیسم و پوپولیستی و اونایی که میخوان مرعوب کنن دشمنان و داخلی خودشون رو و همین که یک نمایش مشروعیت در خارج بدن، از این دو رأی‌گیری را میندازن. ما در این انتخابات رأی‌گیری داریم، رأی‌گیری داریم و خب تمام تمهیداتی رو هم که چیدن برای این که بتوانن مردم رو علی‌رغم همه صدماتی که در از جنبش دیماه 96 و آبان ماه 98 و بعد دیما باز اعتراضات نسبت به بحث هواپیمای اوکراینی صدمه جامعه دیده و نیز تحریم های ویرانگری که به هر حال معیشت مردم و خاطر اون فساد سیستماتیک اقتصادی و نیز ناکارآمدی اقتصادی جمهوری اسلامی و تحریم ها هم که مضاعفش کرده و فروریزش معیشت و کار و زندگی مردم، چه چیزی وجود داره که جامعه ایران رو اینها اینقدر مثلا کودن و نفهم، معذرت میخوان، فرض میکنن که فکر میکنن که جامعه باز به همین شکل مثل اول انقلاب مثلا که به رأی جمهوری اسلامی دادن و اون آگاهی فعلی رو نداشتن بازم میان مثلا شرکت میکنن، علارغم این که میگن که بخواه اگر از منم خوشتون نمیاد، اگر از نظام رو قبول ندارید به خاطر ایران بیایید. خب این برحال شما اگر حتی اینم اگر واقعا صادقانه باشه، خب با تمهیدات لازم رو، اقل تمهیدات لازم رو باید فراهم بکنید. ولی به نظر من شورای نگهبان آب و پاک ریخ رو دست همه، گفت که شورای نگهبان کارش این نیست که بخواد انتخابات پرشور برگزار کنه، شورای نگهبان وظیفه خودشون عمل میکنن. یعنی نیروهای اصلاح طلبی که حالا میتوانستن با دوگانه کردن این انتخابات و بازی های دوگانه ای که همیشه راه می افتاد و دوگانه سازی هایی که راه می افتاد و یکی تندرو یکی کندرو یکی دیو یکی دلبر و جامعه رو به هیجان مینداخت که بیاد و وارد انتخابات بشه، اولا به نظر من که این ذخایر ترفندی نظام رو به میشه گفت به پایان سرآمد تاریخی خودش رسیده. یعنی نمیتواند دیگه در دقیقه 90 بیاد یک کارت آسی رو بذاره زمین بگه من این انتخابات رو دوگانه میکنم، جامعه رو به وحشت، به هیجان و به غلیان در میارم و بیان هجوم بیارن به صندوق های رأی. به نظر من این ذخایر بسیج های سیاسی و هیجان های سیاسی که جمهوری اسلامی تا کنون در موسم انتخابات برپا کرده، به نظر من رو به اتمام، یعنی به اتمام تاریخی خودش رسیده. و در ضمن اگر اینها یه مقدار عقلم می داشتن، یعنی یه مقدار واقعا دچار فوبیا و ترس نبودن، حتی اصلاح طلبای فعلی رو هم تایید می کردن، باز اینها رأی نمی آوردن. حالا اصلاح طلبان حالا میتونن بگن خب ما تایید نشدیم، ولی واقعا اگر هم تایید می شدن هم رأی نمی آرن و هم نمی توانستن و نمی توانن در این شرایط واویلایی که جمهوری اسلامی برای زندگی مردم درست کرده بتواند مثلا مردم رو بکشونن دوباره پای صندوق های رأی و یک نمایش ملی را بندازن، بگن که خب این رأی به نظام بوده.
بنابراین این انتخابات انتخاباته به نظر من. من خلاصه کنم، این انتخابات انتخاباتی است که ما با یک تحریم، قهر و عدم مشارکت گسترده و وسیع و به اصطلاح در سطح ملی مواجه هستیم، برای اولین بار میشه گفت. جناب آصف، یک مسئله ای که هست، ما الان به عنوان نمونه مثلا در بحث تعیین صلاحیت نمایندگان خبرگان اعلام شده مثلا در استان فارس که 50 و خورده ای نفر کاندید بودن، فقط یک نفر که نماینده آقای خامنه ای و امام جمعه اونجا هست تعیین صلاحیت یا صلاحیتش در واقع تایید شده. در قم همچنین مسئله هست، در جای مختلف خب به هر حال چنین موارد میبینید. در بحث تعیین صلاحیت نمایندگان مجلس هم به شکل اعلام کردن که به در واقع نوع ترکیب کسانی که یا عده‌ای که تعیین صلاحیت یا تایید صلاحیت شدن به شکلی هست که خب تضمین کننده این هست که حداقل اکثریت مجلس در دست یک طیف مشخصی خواهد بود. خب یک سوال مطرح هست. پیش از این آقای مصباح یزدی گفته بود که ما به جمهوریت نظام یا در واقع به جمهوری اسلامی خیلی قائل نیستیم و بیشتر بارها و بارها صحبت کردن که ما نیازمند حکومت اسلامی هستیم، حالا چه مستقیم یا غیر مستقیم. و از صحبت هایی که در مورد آقای خامنه‌ای و قابلیت های آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه کردن، برداشت بر این هست که خب به هر حال ایشون به تنهایی با توجه به ادله‌ای که اونها میارن که ولی فقیه به ائمه متصل هست و رأی خدا و پیامبر رو ابلاغ میکنه، خب طبیعتا خب شاید یا آقای مصباح یزدی بارها اعلام کرده که اگر مشکلاتی که الان هست با مدیریت رهبر بود حتما ما این مشکلات رو نداشتیم. سوالی شاید کمی سوال چیزی باشه، ساده ای باشه و ساده لوحانه ای باشه، ولی خب چرا حاکمیت میاد چون این چالش هایی رو به جان میخره و علی رغم که ما میدونیم مجلس جایگاهی در سیستم کلی تصمیم گیری کشور نداره، ریاست جمهوری به قول آقای خاتمی یک تدارکاتچی هست، چرا اینها این بازی ها رو لغو نمیکنن، این بازی ها رو تمام نمیکنن؟ خب به هر حال الان آقای رهبر خودش یک سیستم دولت پنهانی داره، همون دولت رو فعال بکن، همون دولت پنهان که دست نشانده خود آقای خامنه‌ای است، همون دولت اداره سیستم رو در دست بگیر، اداره کشور دست بگیر و این نهادهایی که خب گاهن میتونن درد سرساز باشن برای حاکمیت و حالا گاهی وقتا یک سری نافرمانی هایی بکنن، اینها رو لغو بکنن و یک حکومت اسلامی با همون روشی که خب مد نظرشون هست راه بندازن. این نمایش های قدرت جمهوریت خواهی چه در واقع نفعی برای حاکمیت داره که همچنان ادامه میده به این بازی؟ ببینید، اون چیزی که آقای مصباح یزدی و دیدگاه ایشون هست به نظر من دیدگاه اکثر حاکمین جمهوری اسلامیه. منتها خب اینها فرجه های مشروعیت و اون فرصت هایی که برای مشروعیت نظام در انظار بیرون میتوانند بدهند، به هر حال خب استفاده های بیرونی خودشون رو به کرات داشتن و داخلی هم که قبلا هم عرض کردن به خاطر مرعوب کردن مخالفین خودشون هم داشتن. اما خب این به یک سرامت رسیده به نظر من. یعنی الان واقعیت اینه که اگر انتخابات مجلس را نیفته، خب این بلاز اقتصاد مقاومتی هم به قول خانم سلحشوری میگه خب خوبه، هم جلو هزینه ها رو گرفته میشه و این در راستای اقتصاد مقاومتی میدونه باشه. منتها مسئله این است که خب این تعارضی هم هست در قانون اساسی. یعنی ببینید، ما به هر حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی بس انتخابات مجلس یا ست جمهوری وجود داره و تا این قانون هست نمیتوانن یا به هر دلیل خب قابل توجیه نیست در داخل و بیرون که اصل این انتخابات فرمایشی، نمایشی، استصوابی رو بخوان حتی این را هم ملغا بکنن، مگر اینکه قانون اساسی تغییر بکنه. و به نظر میاد که اینها به سمت اون مثلا هم دارن میرن. اما در این حال همین انتخابات نیمبند هم من نمیتونم بگم، ربند هم نمیتونم بگم، همین انتخاباتی که میکنه 5% گاهن افراد متفاوت بهش ورود بکنن،
این با نظارت استصوابی که گذاشتن و همینجوری که الان مثال هایی که خودتون زدید، خبرگان رهبری در شیراز و در قم و اینا که عملا یعنی یک نفر خودش بره به خودش رأی بده، ایشون این انتصابات، این دیگه انتخابات نیست. اما اینکه که چرا این کار رو میکنن، شما در لابلای سوالتون مطرح کردید. خب چه فرقی در آقای آیت الله یزدی بخواد بره با اون جوانکی که الان در قم کاندید شده؟ تفاوتش اینه که خب ببینید در انتخابات قبلی یه بازی اصلاح طلبا رو انداخته بودن تحت عنوان مثلث جیم، یعنی آقای یزدی جنتی و مصباح یزدی، میگفتن این مثلث رو به اصطلاح ما باد بزنیم، اینا نمادهای اقتدارگرایی باد زده بشه. خب این دو نفر زده شدن، آقای یزدی و آیت الله یزدی و مصباح یزدی. اما جنتی رو همه ما میدونیم که به چه شکل پذیرفتن به عنوان نفر سیوم وارد مجلس خبرگان رهبری کردن. اما کلا خب بعد از این دوباره آقای مصباح آقای یزدی رو داره کاندید میشه، خب یک نوعی میخواد بگن که بازگشت مجدد و رویکرد به اصطلاح امت حزب الله به عناصر قوی و مجتهدین قوی که در نظام هستن. این مسئله هم یک چیز دیگه هم هست. به هر حال همون جوانی که الان تایید صلاحیت میشه جوان شورشی نخواهد شد، جوانی که بخواد بر سیستم بشوره هم نخواهد شد، اتفاقی هم نمیفته. ولی به هر حال حتی 1% نیست که در مرحله ای که ممکنه به احتمال قوی در این مرحله جمهوری اسلامی مرحله جانشینی، یعنی پروسه جانشینی بخواد شکل بگیره، حتی یک نفر هم که جوانه و در این حال آزمون ها رو داده، تعهدات رو داده، ولی ممکنه به هر حال بر اساس شور جوانی یک حرف متفاوت بزنه و به یک نوعی روال پروژه جانشینی رو با چیز به اصطلاح دچار اختلال و یا با پرسش هایی ممکنه دچار مشکل بکنه. نمیخوان این هم اتفاق بیفته. ولی اون چیزی که شما میفرمایید که چیز این بله مقرون به صرف هم هست، یعنی به صرف هست که کسی ببندن دیگه، این چه مجلسیه که شما از 180 کرسی رو از پیشا پیش در مجلس تعیین شده باشه و بعد اون الباقیش هم بین اصولگراهای افراطی و اصولگراهای معتدل که هیچ فرقی نخواهند کرد، یعنی بین اونها یه رقابتی میندازن، خب های میان دیگه، حالا یا افراطیش میاد بالا، پایداریش میاد یا اصولگرای معتدلش، هیچ فرقی نخواهند کرد، یعنی یک مجلس کاملا گوش به فرمان. اما به نظر من ممکنه به هر حال من تصور میکنم حالا تو این مرحله مرحله که ممکنه حتی دست به تغییر قانون اساسی بزنند، از ریاستی به پارلمانی تبدیلش بکنن، مرد شماره دو نظام که ریاست جمهوری رئیس جمهوری هست کنار دیگه گذاشته بشه و باز این ساختار تا اونجایی که میتوانن متسلب تر بکنن. بنابراین این که حالا چرا این کار نمیکنن، خب این به نظر من برمیگرده که به هر حال در برابر عربستان و کشورهایی که حالا داره باشون رقابت های ایدئولوژیک سیاسی میکنه نمیخواد بگه که آقا ما شما میگه شما انتخابات ندارید ما انتخابات داریم، در حالی که اینجا هم انتصابات یه روکشی از انتخابات اسمش گذاشتن. بسیار عالی جناب آصفی. یک مسئله دیگه ای که در چند روز گذشته خب در خبرگزاری ها و رسانه ها خیلی مطرح شد، توییتی بود که منتسب بود به آقای جعفری فرمانده سابق سپاه پاسداران که ایشون توییتی کرد و اعلام کرد که در اتفاقات که سال 88 افتاد و اتفاقات سال 96 آقای قاسم سلیمانی به قول ایشون در کف خیابان بود، حتی به در قرارگاه سارالله ایشون حضور پیدا کرد و حالا به قول ایشون کسی از یکی از در واقع مبتکرین سرکوب این در واقع اعتراضات در ایران بود و بلافاصله سخنگوی سپاه پاسداران آمد این مسئله رو در واقع رد کرد و حتی اعلام کرد که این توییتر یا این اکان در اختیار آقای جعفری نیست و خب به هر حال کسانی بودن که این اکان رو اداره میکردن و نظر آقای جعفری نیست. از طرفی مثلا خبرگزاری فارس تایید کرد که این توییت خب نظر خود آقای
جعفری هست و خب به هر حال یک دوگانگی یا پارادوکسی ایجاد شد. چندی قبل در خبرگزاری فارس یک گزارشی مطرح شد، ما در همین برنامه با شما صحبت کردیم راجبش، در مورد اینکه در این گزارش تاکید شد مبنی بر اینکه سپاه قدس در سال 2011 در سرکوب اعتراضات مردمی در سوریه شرکت داشته و همین سپاه قدس در مراحلی برای حزب الله لبنان موشک فرستاده، پول نقد فرستاده طریق کانال هایی که داشتن، و خب مسائلی که قبلا حاشا میشد یا تکذیب میشد از طرف جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اونها رو تایید کردن. این دوگانگی که الان ایجاد شده، برخی معتقد هستند که این دوگانگی در واقع یک نمایشی هست که چون الان دو قطبی بین اصلاح طلب و اصولگراهان نیست، میخوان این دو قطبی رو در سپاه یا در نیروهای اصولگرا ایجاد بکنن و کمی تنور انتخابات رو گرم بکنن، ولی گروه معتقد هستند که واقعا یک اختلاف نظری در سپاه پاسداران یا رأس قدرت وجود داره که این اختلاف نظر خب در حال پدیدار شدن هست. نظر شما چی هست؟ این توییت و این دوگانگی که در گفتمان مقامات سپاه پیش آمده واقعی است یا نه واقعا یک بحث انحرافی هست؟ از من خدمتون دوگانگی بین اصولگراها، اصولگراه تندرو و کندرو هیچ شوری و موجفشانی نخواهد کرد، مگر حالا بین نیروهایی که شاید 10% 15% در بهترین حالت بگیم از هواداران حاکمیت هستن میتونه ایجاد کنه. بنابراین اون بخش رو باید به این شکل جواب داد. اما میمونه در رابطه با تویت آقای سردار جعفری. ببینید بعد از ترور سردار سلیمانی، خب یک ناسیونالیزم به هر حال، حداقل اگر ما بگیم ناسیونالیزم ملایم که در بین ایرانی ها رواج داره، این ناسیونالیزم مقدار احساسات رو تحریک کرد و اینکه خب یک سردار ایرانی در یک ابرقدرت میاد اینو رو ترور میکنه، در مجلس و مراسم ختم ایشون، تشییع جنازه ایشون شرکت کردن و ایشون یه اسطوره ساخته بودن که پاک بوده، منزه بوده، ملی بوده، در مسائل جناحی کشور دخالت نمی کرده، رانتی نبوده، رانتور نبوده، قدرت طلب نبوده و در این حال حافظ امنیت کشور بوده. به هر حال یک چیز ملی از ایشون درست کردن. خب اینا به زعم خودشون برابرداری شکردن و تموم شده. الان باید اینا رو پس بگیرن، یعنی پس بگیرن که آقای سردار سلیمانی آدم دموکراتی نبوده، پس بگیرن که سردار سلیمانی آدم ملی نبوده به مفهومی که ما می‌شناسیم، پس بگیرن از اینکه سردار سلیمانی اینجور نبوده که فراجناحی بوده باشه، پس بگیرن از اینکه فکر نکنن که ایشون تنها حافظ امنیت ملی ایران در خارج از کشور بوده. باید به چهره واقعی خود سردار سلیمانی روشن بشه، همجوری که چهره واقعی خودشون هم بشنه و این موجب افتخار هم هست برای خودشون که از زعم مخالفین جمهوری اسلامی یا مردم مخالف نباید نگاه کرد. برای آقای سردار سلیمانی در مثلا اعتراضات سال 88، در اعتراضات های دیگه ایشون نقش مثلا مشاور دهنده بوده، سازمان دهنده بوده، ایشون در کشورهای عربی و سرکوب مبارزات مدنی جامعه کشورهای اونجا نقش داشته. از اون حالت که دیگه بحث داعش و بحث این که منازعه صرف مثلا ایدئولوژیک با عربستان بوده و باید جلوی پیشروی نیروهای اخوان مسلمی رو مثلا میگرفتن، سنی ها رو میگرفتن، از این بحث هم بیاد بیرون میگه اصلا اصل خود مبارزات مدنی این جوامع رو سرکوب کرده. به نظر من این فقط بازپسگیری است که در این چند روزه در بخشی از لایه های کم اطلاع جامعه ایران که یک برساخته ملی و یک اسطوره ملی از سردار سلیمانی ساختن، اینو باید الان پس بگیره جمهوری اسلامی. یعنی خب اگر با این برساخته باقی بماند، اینها میکنه دچار موزل فرهنگی، موزل توجیهی با هوادارا خودشون میشن. در نتیجه لازمه که این برساخته ای رو که ساختن از این ساحت خارجش کنن و به ساحت خودشون بیارن.
از ساحت یک سردار ملی به ساحت یک سردار حزب اللهی بیارنش. و این خب میشه گفت این که حالا اول توییت میزنه بعد میگن این توییت دست خودش نیست، بعد فارس تایید میکنه، یه بخشش برمیگرده به تست توی جامعه است. اگه میره توی جامعه واکنش تندی شد، خب سریع میگن بله آقای توییت که مال خودش نبوده، اشتباه بوده، برش میگن. از نظر واکنش های نه خیابانی ها، واکنش های اعتراضی در شبکه های اجتماعی، اگر ببینن نه خبری نیست و چیزی هم اتفاقی نیفتاده و مشکلی ایجاد میکنه که نه تایید هم بشه، کمیجوری که تایید شد که نه واقعا این سردار سلیمانی همین بوده که آقای جعفری ترسیمش کرده. و این رو باید تو این چیز دید، رقابت هم تو این زمینه نه به نظر من خیلی رقابت های جدی نبوده که یکی بیاد سردار به اون شکل تعریف بکنه، یه برساخته ای ازش درست بکنه، یکی دیگه بیاد یک برساخته دیگه چیز کنه و این برگرده به منازعات بین اردوی قدرت. نه به نظر من بیشتر بر میگرده به همین مسئله که خواستن یه تستی تو جامعه بزنن. و اصل مهمم این بوده که اون برساخته ملی که در بخشی از افکار اجتماعی ایران رخ داده اون رو باز پس بگیرن. بسیار عالی. به عنوان آخرین سال جناب آصفی، ما در واقع در شرف پایان مهلتی هستیم که FATF به ایران و یا به جمهوری اسلامی داده. چندین دوره هست که این سازمان آمده است و تمدید کرده است در واقع زمان خودش و مهلت خودش رو برای جمهوری اسلامی و تصویب این قرارداد در یا پیمان در ایران بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال پاس دادن هستند. مجلس تایید میکنه، شورای نگهبان رد میکنه و مجلس یا مجمع تشخیص هم در واقع در رد یا در واقع تایید اون تعلل میکنه تا زمان بگذره. ما آخر بهمن آخرین مهلتی هست که برای این در واقع امضای این پیمان دادن و پیش بینی میشه اگر جمهوری اسلامی به اون نپیونده، خب به هر حال در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت و خب به هر حال مسائلی که خب دامنگیر آینده اقتصادی ایران خواهد بود. یک توضیح کوچیکی اگر امکان داره بدین به بینندگان عزیز که FATF چی هست و اگر ایران اون نپیونده چه مشکلات یا عوارضی داره و همچنین اصلا چرا جمهوری اسلامی ایران مخصوصا مقاماتی که در سپاه پاسداران و نزدیک به بیت هستن از پیوستن به این قرارداد یا پیمان سر باز میزنن؟ خود پیمان FATF یک تاریخی داره، یک چیزی داره که یه مقدار وقتمون کمی ما ازش میگذاریم. به هر حال یک پیمان ضد پولشویی و میشه گفت تقریبا عموم کشورها هم پذیر، فقط فکر کنم ایران که هست بجز ایران هم تصور میکنم سوریه هم هنوز در پیوسته، ولی عموم کشورها پیوستن و این هیچ موردی رو ایجاد نمیکنه. اما از منظر حکومت جمهوری اسلامی من میخوام نگاه بکنم، اونم تو این شرایط. ببین حکومت جمهوری اسلامی حکومت توسعه خواهی نبوده به لحاظ اقتصادی، یعنی دیدگاه های توسعه عدالت خواهی که توسعه اقتصاد محوری نداشته که این توسعه چون هم درونزا و بیرونزاست و در نتیجه به یک اتصال اقتصادی با و تعامل اقتصادی با جهان باید بپردازه. خب ایشون چون توسعه خواه نبوده در نتیجه خیلی براش مهم نبوده، یعنی نهایت ارتباط اقتصادیش این بوده که مثلا نفت رو به فروش کالای وارد بکنه، همین، غیر از این چیز خاصی نبوده. سرمایه گذاریشون هم بیشتر در حوزه همین مواد نفتی بوده، کالشکا بوده، میادین نفتی بوده و غیر ذالک. اما از موضعی که الان دارن، من فکر میکنم موضع مخالفین با این پیمان در جمهوری اسلامی برحقه، برحقه از نظر منافع خود جمهوری اسلامی رو میگه، یعنی درستر میگه، میگن ما در موضع تحریمیم، در شرایط تحریمیم، در شرایط تحریم اگر ما بخواییم وضعیت اقتصادی خودمون رو به بازرسین این پیمان بدیم، برحال چهار پیمانی که افکتیف داره هم بازرس میفرستن و باید ایران اطلاعات بانکی و خودش رو بده. ایران میگن ما در شرایطی که وضعیت تحریم و در وضعیت
جنگی قرار داریم، خب ما نباید این اطلاعات ما لو بره. اینا به نظر من حرفشون قابل فهمه. از این برم اونایی که مخالفت دارن میکنن، یه مخالفت الان خصوصا دیگه مخالفتشون در این حد تقلیل پیدا کرده که میگه آقا این سبب میشه که ما حتی نتوانیم روی به اصطلاح بحث ورود دارو که یک چیز ضروریه دیگه بکنیم این مفر هم بسته بشه. ولی از همه مهمتر نپذیرفتنش در 8 روز دیگه، 10 روز دیگه ظاهرا فقط مهلت باقی مونده، اگر نپذیرن این دفعه ما با یک موج جهش ارضی بزرگی در ایران مواجه میشیم و این خودش میتونه به اصطلاح موجب یک ناامنی روانی اقتصادی و یک موج تورمی در ایران بشه. اینا از این زاویه مخالفت میکنن، میگن ما باید بپذیریم. ولی به نظر من دست مخالفین که میگن نپذیریم بالاتره و قطعا یعنی تا این لحظه نشون دادن که عقب نشینی نمیخوان بکنن. ولی این که ممکنه خب به هر حال این پیمان رو باز دوباره یک مسئولین مسئولین جهانی این پیمان یک دوباره پروژه به جمهوری اسلامی بدن، باز نمیشه به طور مطلق ردش کرد چون تا حالا 4 بار این رو تکرار کردن. ولی با توجه به شرایط پیش آمده و وضعیت محاصره و تنگتر شدن تحریم جمهوری اسلامی و خروج های گام به گامی که از برجام کرده و به یک نوعی برجام رو دچار مرگ کرده و کشورهای اروپایی هم حتی به نقطه بحث زدن ماشه، کشیدن ماشه در سازمان ملل متحد و بازگشت و کلیه تحریم های سازمان ملل ممکنه خیز آخر رو بردارن، بعید نیست که دیگه این مهلت رو تمدید نکنن. بسیار سپاسگزارم جناب آصفی. البته خب برخی هم معتقد هستند که خب کسانی که الان مخالفت میکنن با پیوستن به این تحریم ها، خب بانیان در واقع این تحریم ها هستن، یعنی کسانی هستن که باعث شدن این تحریم ها در به جمهوری اسلامی تحمیل بشه و افزایش پیدا کنه. جناب آقای احمدی، کاملا حرف شما باشون موافق هستم. به هر حال اینا کاسبان تحریم هستن، اینها از تحریم سود میبرن، اینها از به اصطلاح جناح رانتی مالی بزرگی در ایران هستن که به هر حال این رانت های گسترده مالی که دارن باید پاسخ بدن. خب طبیعی است که این نظارت بین المللی بر پولشویی که و پولهای کثیفی که الان تو اقتصاد ایران جابجا میشه اینا به شدت وحشت دارن. ولی من از اون نظر تکنیکی و فقط تاکتیکی گفتم که تو این شرایط اینها درست میگن، به دلیل اینکه واقعیت اینه که خب همین مقدار اگر ایران بپذیره، همین مقداری که هست به اصطلاح اولا بودجه ارزششون رو باید اعلام بکنن، موجودیشون رو باید اعلام بکنن و ببینن اوضاع خیلی خرابه، ممکنه دولت ترامپ دیگه فشار حداکثر رو بذاره و اصلا دیگه پای مذاکره با اینا داره. اینها الان میگن ما الحمدلله وضعیت ارزیمون خوبه، وضعیت ریالیمون خوبه، وضعیت مالی بانکیمون خوبه، ولی خب اینجوری نیست. اما از همه مهمتر مسئله به همینجا برمیگرده که اون جناح رانتی و بزرگ در ساختار جمهوری اسلامی حاضر نیست دل از این رانت بکنه و نمیتواند بکنه. در نتیجه هیچ نظارتی رو چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی نمیپذیره. بسیار سپاسگزارم جناب آصفی. وقت ما به پایان رسید. ممنونم از حضور و مشارکت شما در برنامه. امیدوارم باز هم توفیق بشه در هفته بعد در خدمت شما باشیم با اوضاع و احوال جدید و اخبار جدیدی که احتمالاً خواهد بود و در کنار شما و همراه شما به مسائل پیش رو در هفته آینده بپردازیم. سپاسگزارم و شما رو به خداوند بزرگ ممنون می‌سپارم. ممنونم. خب بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه با من همراه بودین با این قسمت از برنامه سردبیر. بحث انتخابات عرض کردم بحثی هست که تا انتخابات و بعد از اون به هر حال حواشی و جریانات زیادی خواهد داشت. حتما ما سعی میکنیم برنامه هایی رو به بحث انتخابات و این اتفاقی که خب به هر حال امروز به قول بسیاری از کارشناسان یک امر غیر مفید در جمهوری اسلامی تبدیل شده
بیشتر بپردازیم، بیشتر به ماهیت انتخابات، ماهیت به اتفاقی که خب بیشتر یک نمایش هست در جمهوری اسلامی تا یک امر مفید، این مسئله خواهیم پرداخت و امیدوارم که انشالله شما هم همراه ما باشین و بتونیم برنامه های خوبی رو در کنار شما و همراه با شما خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. با این آرزو همه شما عزیزان رو تا روز یک شنبه و قسمت دیگری از سری برنامه های سردبیر به خداوند بزرگ و منان میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.